سلام، شب یا روز یا هر چیز دیگه تون بخیر. مثل همیشه من یاسر جیان هستم. این هم ویدیو هفتم از سری وای پروگرام هست با این لحجه خوب من، و احتمالا در واقع ویدیو هفتم از سری اسمبلی لنگویجمون که داشتیم روش کار میکردیم. امروز در واقع امشب ساعت 10 شب 24 اکتبر 2015 هست، دوم سوم مهر یه همچین چیزاییه. مهر؟ نه، دوم سوم آبان 94 فکر میکنم، اگر اینترنت من اصلا کار کنه. تاریخ امروز نمیدم، امروز دوم آبانه، امروز دوم آبان 94. خب حالا که فهمیدیم کی هستیم، اگر احتمالا فرض میکنیم که میدونید کجایید، اگر خاطرتون باشه، چون من خیلی خوب خاطرم نیست، روی اسمبلیم لنگویجمون داشتیم کار میکردیم، رسیده بودیم به تبدیل کردن تکستمون، رپرزنتیشن فرانت اند برنامه‌مون به رپرزنتیشن بک اندش، تبدیل کردن رپرزنتیشن فرانت اندمون که این تکسته باشه و استیتمنت ها باشن، به رپرزنتیشن بک اندمون که پروگرام باشه و اینستراکشن ها. یه نکته مهمی که باید در موردش تصمیم بگیریم، و واقعا این شاید یکی از مهمترین قسمت های دیزاین یک ISA باشه، اینستراکشن ست آرکیتکچر باشه، اینه که اینو به نظر شما بذارم این ور بهتره یا همون ور بذارم؟ چطوره که اینا ریموو اسپلیت کنم؟ کلاس مین. آره، این همش اینجا، همش این باشه فعلا، بعد دوباره اسپلیتش میکنم. اینه که اینستراکشن هام رو چجوری انکود کنیم. حالا که فکرشو میکنم میبینم که من اصلا خیلی یادم نیست که زبونمون چه شکلی بود. شوخی میکنم. این برنامه که داشتیم، این برنامه هم بود، بله، یه برنامه اسمبلی بود برای محاسبه اعداد سری فیبوناچی. یه تغییری که باید توی این میدادیم اضافه کردن این دیرکتیوا بود. حالا یادم نیست اسمشو قبلا چی گذاشتم. تبدیل کنیم از اینستراکشن به یه دیرکتیو، الوکیشن و دی الوکیشن متغیرا رو. دلیلش هم یکی از اون چیزهایی که امروز حالا در موردش صحبت میکنیم، امروز شاید کد نویسی در کار نباشه بیشتر صحبت کنم. خب پس بذار این اسپلیتر رو لازم داریم، اسپلیت لفت. اوکی، اینجا من نوتس هم رو میخوام، نوتس ما رو بدهید. خب این کل برنامه‌مون اینه، الان همه برنامه‌مون رو داریم می‌بینیم. آره، اون کامنت بالاشو فقط نمی‌بینیم. این همه برنامه‌مونه. در مورد انکودینگ اینستراکشن‌ها باید تصمیم بگیریم. اوپس. اینستراکشن انکودینگ. انکودینگ اینستراکشن یعنی این که من چجوری توی فرمت آبجکت فایلم یا بایت کد فایلم یا هرچی این اینستراکشن ها رو رپرزنت می کنم. ساده ترین اینستراکشن ها یعنی که نه تایپ توشون هست، نه پارامتری دارن، نه هیچی. الان که نگاه می کنم می بینم که هیچ همچین اینستراکشنی اصلا اینجاها نداریم. اگر چه اینستراکشنی میتونیم داشته باشیم که همچین کاری بکنه؟ مثلا اینستراکشن نو اپ، نو اپریشن یا نو اپ اگه اینتلی بخوایم چیز کنیم. این اینستراکشنی که چرا با من انقدر ناسازگاری، نوپ اینستراکشنیه که does nothing، فقط یک دونه سایکل رو تلف میکنه. مثلا گاهی وقتا توی اسمبلی های واقعی یه همچین اینستراکشنی برای الائن کردن مثلا کد لازم میشه گاهی وقتا اگه توی آرکیتکچرهای کسایی که با آرکیتکچرهای ریسکی مثلا کار کردن میدونن که یه اصطلاح چی بود؟ اصطلاحی که هزارد اسلات داشتن، آره هزارد اسلات داشتن اینا، و گاهی وقتا برانچشون توضیحش خیلی سخته برای کسی که اصلا نمیدونه اون چیه. گاهی وقتا اینستراکشن
اینستراکشن انجام میشد و اینستراکشن بعدیش هنوز وقتی اینستراکشن تموم نشده بود، گاهی وقتا اینستراکشن بعدی رو اگر میذاشید ممکن بود نصف انجام بشه یا درست انجام نشه یا اصلا اثرش اون چیزی که شما میخواین نباشه. مثلا اینستراکشن برانچ انجام میدادید ولی اینستراکشن بعدیش هم حتما انجام میشد، چون برانچ طول میکشید تا ریتایر بشه، واقعا تشخیص بده کجا باید بپره، جامپ کنه سی پی یو. به خاطر همین گاهی وقتا اگه بعدش هیچ کاری نداشتید انجام بدین، یا ان او پی یا نو اپریشن میذاشتید اینستراکشن بعدیش. دلایل استفاده از ان او پی خیلی زیاده. خلاصه یه همچین اینستراکشنی مثل NOP، حالا من یادم نمیدونم که کدوم آپ کد رو استفاده کنیم، نو آپ بذاریم، نو آپریشن یا NOP استفاده کنیم، مهم نیست اونقدر. من میتونم این رو با یک بایت یا یه رپرزنتیشن باینری انجام بدم، یعنی یه عددی به این اساین کنم و هست همون عدده برای رپرزنتیشن این استفاده کنم. فرض کنید که رپرزنتیشن نو آپمون یه بایته، فرض کنید که من بایت یک رو به این اساین میکنم، پس این اینستراکشن نو آپ منه و اینم اینستراکشنه. انکودینگش پس این همچین شکلی داره. بذار چرا من دارم بیخودی. خب این هیچ تصمیم لازم نیست براش بگیرم، فقط کافی تصمیم بگیرم این عدد چیه و طولش چقدره. حالا اینا مهم نیست، این نه پارامتری داره نه تایپی داره نه هیچی نداره، هیچی معلومه. یه اینستراکشن دیگه مثلا رید آی. آها این اینستراکشن اینجا دارم رید آی، اون فعلا الکو فراموش کنیم، الکو قرار نیست باقی بمونه. رید آی اینستراکشنیه که خود رید رو باید یه جوری انکد کنم که رید میخوام انجام بدم، ولی فرض اینه که من رید بی هم دارم برای بولیان و مثلا شاید واقع دیگه رید هم داشته باشم، ولی حداقل این دوتا رو فعلا دارم. رید اف هم مثلا ممکنه یه موقع اضافه کنم و الی آخر. خب چیزی که اینا میخوان اینه که اینا لازم دارن اینه که من یه جوری اون تایپی که دارن رید میکنن رو انکد کنم توی اینستراکشن. در واقع اینا سه تا اینستراکشن مختلفن. حالا میتونم آپکودی که برای این استفاده میکنم به این میگن آپکود. آپکودی که برای این استفاده میکنم این سه تا هیچ ربطی به هم نداشته باشن، مثلا آپکود اینو بذارم 2، آپکود اینو بذارم 3 و آپکود اینو بذارم 4، 4 تا اینستراکشن مختلفن. یا نه این رید رو با یه بایت توی اینستراکشن نشون بدم تو، یعنی یه بایت بذارم اولش و این خود ریدش باشه و بایت بعدی بایت تایپی که میخواد بخونه باشه، یعنی تایپی که دارم اینو ماجولیت میکنم باهاش و تایپی که باید سلکت کنم باشه. و اون بایته میتونه مثلا برای اینتجر باشه 0x 0x1 مثلا، پس این یکی میشه 0x0x2 و هم میخواد دیگه 0x0x2 0x0x2 و 0x0x3 مثلا برای F. حالا Fی که الان نداریم هنوز توی زبانم، ولی به هر حال chain reads an integer from somewhere مثلا keyboard or something. خب اونه دیگه هم که مشخصه چی هم دیگه فعلا نحسن ندارم بنویسم. یه بعدی که اینجور رپرزنت کردن این داره اینه که من هیچ توی این بایت اول وقتی که ویرچوال مشینم اون بایت اول رو میخونه هیچ ایندیکیشنی ندارم که این قراره یه بایت بعدی هم باشه. این اینستراکشن من 2 بایتیه، دقت کنید که اینستراکشن من 2 بایتیه دیگه، یه بایتی نیست اینستراکشن من. هیچ گونه ایندیکیشنی ندارم که این 2 بایتیه. این باید یه تیبل داخلی داشته باشه که مثلا اینستراکشن 02 اینستراکشنی که بایت اولی 02 2 بایتیه، باید یه همچین تیبلی داشته باشه. فرض کنیم که من اینستراکشن همون، حالا من نمیدونم که حد اکثر چقدر میشه طولشون، بذار ببینم یه سری. فرض کنید که سیمپل اینستراکشن داریم، نو تایپ مودیفایرز نو نوپ
نه پارامتر دارن نه تایپ مودیفایر. اینا 1 بایت یه بایتی هم for opcode. Typed instructions. Typed instruction ها مثل مثلا pop i هم همینجوریه، push m i اینجوریه، push immediate integer مثلا. اینا حالا یه فرق دیگه هم با هم دارن که در موردشون صحبت میکنیم. حالا این سه تا اینجوری که من میگم نیست و همین سادگی نیست. دوپ آی، دوپلیکیت اینتجر، یا اد آی، اینا چیزا نمونه هاشن. چه نمونه هاشم چند تا بنویسم اینجا. نوپ مثلا این تایپ اینستراکشن مثل رید آی، مثل اد، نه رید، بذاریم سم رید بی، این یکی اد آی، مثل duplicate f، هرچی اینا typed instruction هن. one type modifier no params. خب اینا رو چجوری انکود کنم؟ در تئوری اگه تعداد instruction ها خیلی زیاد نباشه، من میتونم این type modifier اینا رو، اگر تایپ مودیف، در مورد تایپ مودیفایر حالا باید کلی صحبت کنم، ولی من میتونم تایپ مودیفایر اینا رو تو یکی دو تا بیت همون، تو دو سه تا بیت همون اینستراکشن بتپونم و از مثلا 5 6 بیت باقی موندهش برای اینستراکشن هم استفاده کنم. خیلی خیلی که نه، ولی بعیده که این اسمبلی ساده که ما داریم در موردش صحبت میکنیم بیشتر از مثلا 30 تا یا 60 تا، 30 40 تا یا 50 60 تا چیز داشته باشه، اینستراکشن واقعا داشته، اینستراکشنی که از این تایپ اینستراکشن ها داشته باشه. ولی به هر حال باید یه فرقی بین اینا بذارم، هیچ وقت اینستراکشن های من نباید قاطی کنن با هم. خلاصه که این تایپ اینستراکشن رو هم میتونم من با یه بایت نشون بدم. فعلا بذارید ببینیم که 1 بایت فور اپ کد، 1 بایت فور تایپ کد. خب فعلا اینجوری فرض کنیم اینجوری. حالا الان همین الان یه مشکلی هست، این که این بایت اول این و بایت اول اینا اگر با هم یه فرق اساسی داشته باشه اتفاق خوبیه. مثلا فرض کنید که بیت بالای این بیت با ارزش این سیمپل اینستراکشن ها همیشه صفر باشه و بیت با ارزش این تایپ اینستراکشن ها همیشه یک باشه. حالا خواهید دید که تایپ های دیگه، یعنی انواع دیگه اینستراکشن هم داریم، برای همین یه بیت بالا رو نمیتونم فقط استفاده کنم، باید دو سه بیت بالاشو استفاده کنم برای اینکه بین اینا فرق بذارم. مثلا سه بیت بالا رو اگه استفاده کنم، سه بیت بالای هر اینستراکشن، بایت اول هر اینستراکشن نشون میده که این چه جور اینستراکشنیه. اینجوری میتونم فرض کن تو بیتا، بیتا این شکلیه دیگه، بیتا چه جور نشون بدم. 0 0 بیت 7 6 5 4 3 2 1 0. خب این یه بایت، 7 6 5 4 3 2 1 0 این دو بایت، 7 6 5 4 3 2 1 0 3 بایت، 7 6 5 4 3 2 1 چیکار کردم، 1 0 اینم 4 بایت. خب یه مثلا اینستراکشن ساده مثل NOP اینجوری رپرزنت میشه که این بایتش رو من میذارم 0 0 0. آها یه سیمپل اینستراکشن SI اینجوری رپرزنت میشه که اینا رو میذارم صفر و بقیه رو میذارم XXXXX. این همینه کلا. خب الان 2 4 5 بیت داریم برای این به جای X همون. یه دونه typed instruction میتونه اینجوری باشه 0 0 1 بعد XXXXX. اینجا هم باز 32 حالت مختلف هست، من میتونم 32 تا اینستراکشن مختلف میتونم داشته باشم که از نوع تایپد اینستراکشن باشن. فقط فرق این تایپ اینستراکشن اینه که من تایپ کدش هم باید اینجا بذارم دیگه، درسته؟ پس بایت بعدی میشه تی 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 تی. اگه من خیلی نگران فضا باشم، باز در تئوری میتونم رو مرز بایت ها پک نکنم اینستراکشن ها، مثلا اینستراکشن ها به جای اینکه 2 بایت باشن 10 بیت باشن هر اینستراکشن یا یه همچین چیزی. حالا به هر حال، ولی اصلا این کار دوست ندارم بکنم، اصلا دوست ندارم بکنم، خیلی نه اصلا دوست ندارم این کار انجام بدم.
اگه خیلی نگران فضا باشم، بعد این بعد آبجکت کدمو یا بایت کدمو کامپرس میکنم، مثل آدم با زدلی کامپرسش میکنم اگه نگران واقعا سایزش باشم. فعلا اون مشکل نیست. دقت کنید که من به صورت ایمپلیسیت دارم یه چیزی فرض میکنم، اونم که سایز اینستراکشن من با هم فرق میکنه. خیلی از آرکیتکچر هستن که سایز اینستراکشنشون ثابته، همه اینستراکشنشون 4 بایت، چه اینستراکشن خیلی ساده مثل NOP باشه اونم 4 بایت، اینستراکشن خیلی پیچیده با 3 تا پارامتر اونم 4 بایت. بعضی از آرکیتکچرها اینجوریان. فکر میکنم که ما برای آرکیتکچر اون آرکیتکچرهای هاردوری هستن که CPU میخواد اینا رو دیکد کنه و قدیمی ها معمولا اینجوریان. الان که هزینه رفتن آمدن از رم زیاد شده، خیلی زیاده، نه واقعا مشکلی نیست. به هر حال ما که نمیخوایم اینو با سی پی یو سخت افزار دیکد کنیم، برای تو نرم افزار میخوایم این کار انجام بدیم. من ترجیح میدم که کامپکت باشه بایت کدم تا اینکه به صورت خفنی همه اینستراکشن ها 4 بایت بذارم، چون اینستراکشن ها 4 بایت کافی نخواهد بود، حتما اینستراکشن های طولانی تر لازم خواهم داشت، مثلا یه عدد 8 بایتی رو. تو اون آرکیتکچر ها مثلا یه ثابت 32 بیتی میخواستی لود کنی، باید این ثابت CBT مثلا میتونستی لود کنی، نه 32 بیت، چون 2 بیت بالاشو برای خود آپکد لازم داشت. حالا به هر حال، یا میخواستی یه 64 بیتی لود کنی، باید دو بار لودش میکردی، بالاشو لود میکردی، پایینشو جداگانه لود میکردی، 4 بایت بالا و 4 بایت پایین، داستان خیلی داشت. من نمیخوام اون کارو بکنم. ISA مون اینستراکشنمون، اینستراکشن ستمون عجیب میشه، ترجمه نمی کار نکن. برای همین اینستراکشن های من طول متغیر دارن، چون من نمیخوام همه اینستراکشن هم 10 بایتی باشن. احتمالا اگر میخوام کار جدی بکنم همه اینستراکشن هم باید 10 بایتی باشن یا 9 بایتی باشن مثلا، که بتونم ثابت های 8 بایتی هم داشته باشن تو اینستراکشن ها، که همه اینستراکشن 9 بایتی دیگه خیلی زیاده رویه. اکثر اینستراکشن من 1 بایتی میشن توی همچین، 1 بایتی 2 بایتی میشن، 2 بایتی احتمالا میشن توی همچین سیستم. خب به هر حال از اینم بگذریم، فعلا این انکودینگ منه، این احتمالاً 1 بایت زیاد، 1 بایتو برای این لازم ندارم برای تایپ اینستراکشن. یه سری اینستراکشن دیگه داریم مثل پاپ آی نگاه کنید. این علاوه بر اینکه تایپ داره که داره یه اینتجر پاپ میکنه از روی استک، یه تارگت، یه وریبل رفرنس، یه وریبل اینم اسمشو اینجا آورده، درسته؟ یعنی توی اون وریبل بنویس. تایپ وریبل مشخصه، ولی به هر حال یه دونه پارامتر وریبل هم داره. پس من یه اینستراکشن، یه جور اینستراکشن دیگه ببخشید، یه جور اینستراکشن دیگه دارم typed instruction typed parameterized instructions one type modifier. حالا نکته که هست اینه که بعضی وقتا این پارامتر همیشه وریبل نیست، مثلا این، مثلا این پوش ام آی، این یه عدده، درسته؟ ایمیدیت که این موضوع میتونه تو اینستراکشن باشه، میتونم میتونم نباشه، بذارینم باشه نباشه، فکر میکنم که تو اینستراکشن، تو خود اینستراکشن نباشه بهتره، ولی به هر حال جزء، به هر تو اینستراکشن باید یه جایی باشه دیگه، ولی جزء این حواشی بعدش باشه بهتره. تایپ پارامترایزد اینستراکشنز وان تایپ مودیفایر وان پارامتر. حالا اونجا نمی نویسم، این پایین می نویسم دیگه، اون وان بایت فور فلان اون چیز میشه، اون خیلی سریع کند، یعنی جا کم میاریم واسش، مثل پاپ آی، مثل حالا که دارم چیز میکنم پوش ام آی، مثل پوش آی طبیعتا، مثل پوش بی، مثل فعلا اینا، درسته؟ یه جور اینستراکشن دیگه دارم، حالا بذار تایپ بزنینو بنویسم، این کدینگشو بنویسم. این کدینگ این هست TPI 1 یه دونه پارامتر، درسته؟ میتونی فرض کنیم که این 100 تا پارامتر داره. اینا مثلا هستند 0x0 xxx مثلا دیگه، و اینجا این TTT رو من تایپو فرض کن 4 بیت براش در نظر بگیرم، این 4 بیتو استفاده نکنم.
اگر 4 بیت براش در نظر بگیرم تو این میتونم تی 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 و پی 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 باشه. که چی یعنی تو تی 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 تایپ کدشه؟ دقت کنید که تایپ های بیسیک ابتدایی ما اونقدر زیاد نیستن. من یه بولین فعلا یه بولین دارم، یه اینتجر، یه فوقش یه فلوتی، یه از اینجور چیزا بهش اضافه کنم. حتی 4 بیت هم براش احتمالاً زیاده. تایپ های بیسیک، تایپ های ترکیبی رو تو این بحث وارد نکنیم. یه آرایه ای دارم که از آرایه، یه آرایه از آرایه از آرایه از آرایه دارم که رفرنس به آیه آرایه از اینتجر توشه. مثلا یه همچین تایپ ترکیبی آرایه 10 بودی که هر بودش یه چیز عجیب غریبی، آخرش هم توش مثلا رفرنس به یه بلوت بلوت چیز، یه تایپ، اون تایپ ترکیبی رو برامش کن. این پی هم اینجا اینه که پارامتر هم چیه، مثلا وریبل وریبل دیگه چی دیگه، جامپ تارگت هم مثل اینه. حالا الان تو این مثال اول نیست ولی به هر حال جامپ تارگت یا ایمیدیت مثلا یه عدد، اینا رو میتونم توی این انکد کنم، توی این قسمتش انکد کنم. یه جور اینستراکشن دیگه دارم مثل همین جامپ ها، جای ILE جامپ ایف چی شد؟ اینتجر از لس اور ایکوال، اینجا جامپیه، آه دوتای بالا استک. این جامپ رو من میخوام، واقعا من میخواستم برای جامپ ها چیکار کنم؟ به چه دلیل من جامپ هم اینجور نوشتم؟ چرا یه سی ام پی ننوشتم بعد؟ یه چیزی، اینو من لازم ندارم واقعا. لازم دارم؟ چرا نه لازمش دارم؟ ببینید این تی 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 و پی 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 که من نوشتم اینا جزء اینستراکشنه، اینا رو نباید شد اکس بذاشتم، اینا آب کد. این اکسایی که نوشتم واقعا اون آب کد، خدا چرا آب کد نیست؟ نه نه، این این گوشت اینستراکشنه، این که اینستراکشن واقعا چیه. ولی تی 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 و پی 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 هم اینا جزء اینستراکشن، پس اینا حتما باید صفر بگیرم. اینا رو آره صفر، حتما باید صفر باشه. به انتخاب من نیست در واقع، یعنی این که من بعضی از این ترکیب ها برام معنی نداره. بعضی اینستراکشن ها هستن که پارامتر مثلا غیر از تارگت، غیر از ادرس، غیر از لیبل نمیتونن بگیرن اصلا. مثل همین جامپا، جامپا یه پارامتر دارن و اون پارامترش هم لیبله، هیچ حالت دیگه‌ای هم نداره. برای جامپ اتفاقا من میتونم یه جور اینستراکشن خاص در نظر بگیرم، جامپ اینستراکشنز. وان جامپ تارگت لیبل. خب مثل چی؟ مثل جی ام پی، مثل نه سب کن بس اسمشو بذارم تایپد جامپ اینستراکشن. اکثر جامپ هم ظاهرن تایپدن اگر اشتباه نکنم. تایپ جامپ اینستراکشن، typed jump instructions. One type modifier. One jump target. خب JMP، این JMP type modifier است نداره، ولی خب برای JILE الاخر. من میتونستم این جامپا رو، حالا که در موردش داریم صحبت میکنیم، نمیدونم تو ویدیو قبلی یادم نیست که صحبت کردیم در موردش یا نه، تصمیم گرفتم یا نه، این یادم نیست دلیلش چی بوده که اینجور نمیشتم، ولی من میتونستم اینجا یه کامپیر انجام بدم و بعد جامپ هم رو نتیجه اون کامپیر بذارم. شاید اینستراکشن ستم ساده تر میشد اگر این کارو میکردم. آره دقیقاً ساده تر میشد. اینجوری که نوشتم کار اشتباهیه، این کارو اشتباه کردم انجام دادم. بذار ببینم اینستراکشن رو اینجوری بنویسم. من چطور تو اسپیس بزنم چی میشه؟ بازم اینجوری حرکت میکنم. بخشید. خب من این گذار اینستراکشن اینجوری بنویسم. CMP I LE همین و جامپ true. خوبه CMPILE یعنی کامپر کن اینتجرا رو، اگر less equal بود true پوش کن، وگرنه false پوش کن، که حالا true false رو
در مورد مفهومش صحبت میکنیم. صفر و یک دیگه چیز عجیبی نیست، نگران نباشید، خیلی اتفاق خاصی نمیخواد در مورد ترو فالس بیفته. اینجوری من جامپم رو از مقایسه هم دیکاپل کردم، این نتیجه مقایسه ها رو میتونم دقت کنید که پارامتر هم نداره دیگه، دوتا عدد بالا استک رو مقایسه میکنه، نتیجه مقایسه هم رو میتونم توی جاهای دیگه هم استفاده کنم، توی نمیدونم توی بسار کامپیر رو اگه سی بنویسم چی میشه، با سی بنویسم خوبه، سی آی الی اینجوری اینستراکشن هم compare integer for being less or equal integers jump if true. قاعدتا یه JF هم داریم که jump false مثلا، نمیدونم بگه ممکنه jump یه jumpی تعریف کنیم اینجوری بگم J true J all true J J all true هفتا مثلا. این یعنی این که هفتا بولین روی استک هست، اگه همشون true جامپ کن مثلا، جامپ one true، اگر یکیشون true بود جامپ کن مثلا، یه همچین چیزی ممکنه any و all و یه همچین چیزایی میتونم بذارم برای اینکه بعضی شرایط رو راحت‌تر هندل کنن. ولی خب حالا اینا اگزاتیکه، کمی به فعلا نگرانشون نیستم. عذر میخوام. پس من جامپام تایپ دیگه ندارند. جامپام همیشه بر اساس بولیانه، بر اساس یه مقدار بولیانه که بالای استک، یا مثل این جامپام اصلا به استک کاری نداره، جامپ غیر شرطیه و همیشه جامپو انجام میده. پس دیگه تایپ ندارم، تایپ جامپ اینستراکشن. یه جامپ اینستراکشن دارم و جامپ اینستراکشن منم یه دونه وان جامپ تو جامپ تارگت داره که مثل جیالیک جیالیک که ندارم، جی تی جی اف جامپ اگه فالس بود همین برانچ. به جای جامپ میتونستم از برانچ استفاده کنم که عادی تره، ولی خب اینتل از جامپ استفاده میکنه. من از وقتی که 15 سالم بوده 16 سالم بوده همش به جامپ مامان جامپ فکر کردم، نه به عنوان برانچ. برای همین از الان توی 34-35 سالگی دیگه نمیتونم طرز فکرمو به عنوان جامپ بهش فکر نکنم. اولین ساده ترین چیزی که بهش فکر میکنم جامپ نه برانچ. خب پس اینو چجوری من انکد میکنم؟ من اینو جی آی رو، جامپ اینستراکشن رو، من اینجوری انکد میکنم که میگم صفر، حالا این اینا باید عوض شه ولی خب برای صفر یک یک اکس 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 اکس. و برای انکد کردن لیبل یه کاره یه فکر خاصی باید بکنم، اونم اینه که ببینید لیبل ها، در مورد انکدینگ لیبل ها میتونیم حرف بزنیم ها. آره یعنی یکی از تاپیک هایی که در مورد صحبت کنیم لیبل انکودینگ هست. اینجا من در مورد اینستراکشن انکودینگ چرا مستقل باشم تش، خب اینستراکشن انکودینگ لیبل انکودینگ رو در موردش صحبتی باید بکنیم. اینجا هنوز باقی است این موضوع. لیبل انکودینگ، لیبل در واقع یه اینتجره، در واقع یه چیزی شبیه اینتجر، در واقع اینتجر نه اشتباه کردم، لیبل در واقع رفرنس به یک اینستراکشن دیگه تو برنامه، به یه جای دیگه تو برنامه. این چیز عجیبی هم نیست، مشخصه کاملا. حالا این لیبل رو من انواع مختلفی میتونم رپرزنت بکنم، میتونم اون زیر نشون بدم، مثلا واقعا این که چقدر برم عقب، چند تا اینستراکشن برم عقب. منتها چند تا اینستراکشن خیلی برای، مخصوصا وقتی اینستراکشن هم طولش متغیر باشه، خیلی برای ران تایم، برای سی پی یو، برای یه ورچوال ماشین خیلی معنی نداره چند تا اینستراکشن برو عقب. اون که مرز بین اینستراکشن رو نمیدونه که، یا اینستراکشن رو جدا جدا نگه نمیداره که، یه بایت استریم داره و بهتره بجاش، به جای اینکه بگم مثلا چند تا اینستراکشن برو عقب یا چند تا اینستراکشن برو جلو، بهش بگم که چند بایت برو عقب یا چند بایت برو جلو. این وقتی که ریلیتیو دارم آدرس میدم، میگم از این جایی که هستی 10 بایت عقب تر اون بپر اونجا، یا 40 بایت جلوتر، هرچی، یا 4 میلیون بایت جلوتر. این ریلیتیو نسبت به جایی که هستی. ابسولوت هم میتونه باشه، یه آدرس ابسولوت حافظه رو بدم بگم بپر اونجا، اصلا هیچ کاری نداره که من کجام یا اون کجاست، نسبت به هم ما کجاییم، بپر اونجا. پس من
لیبلام و آدرسام، آدرس های اینستراکشن ها ممکنه ابسولوت باشن یا ریلیتیو باشن. آدرس ریلیتیو یه خاصیت خوبی دارن، این که کل اون بلاک کدی که آدرس دهی توش ریلیتیوه میتونه برداشته بشه و تو حافظه تکون بخوره، امروز اینجاست فردا بره یه جای دیگه. به کدی که این خاصیت و یه سری خاصیت دیگه داره دارن بهش میگن پوزیشن ایندیپندنت کد، PIC، پوزیشن ایندیپندنت کد، درسته؟ این پوزیشن ایندیپندنت PIC خاصیت های خوب زیادی داره و خب خاصیت بد هم داره دیگه، مثلا این که نه در واقع وقتی جامپ ها من دارم همش رو ریلیتیو جنریت میکنم داخل اون کد چیزی نسبت هم نمیتونه تکون بخوره به طرز پارادوکسیکالی، یعنی اگر من یه بلاک کدم، یه بلاک گنده کدم که توش دو تا بلاک کد رو بذارم پشت سر هم و جامپ های بین اینا رو همه رو بکنم ریلیتیو، اون وقت این دو تا بلاک رو نسبت به هم نمیتونم دیگه تکون بدم، این دو تا بلاک همیشه اینا به هم قفل میشن، یعنی یه داخل یه بلاک دیگه فلکسیبیلیتی از دستم میره، خود اون بلاک رو کلا میتونم هر جایی ببرم و هر جایی تو حافظه بذارم ولی داخل بلاک نمیتونم نسبت به همینا رو جابجا کنم، مثلا فانکشن ها و این حرفا رو. برای همین خیلی منطقیه که من جامپ هایی که از جنس جامپ به فانکشنی چیزیه اینا رو جامپ های ابسولوت تولید کنم، یا حتی حالا یه سری خواهیم دید که اگر لیت فیکس اپ و از این چیزا بخوام داشته باشم میتونم مثلا جامپ تولید یه چیزای عجیبی تولید کنم به جای اینکه آدرس واقعا بذارم، یه چیز خاصی بذارم، مثلا اسم فانکشن رو بذارم و بعدن تو ران تایم بگردم فانکشن رو پیدا کنم که فانکشن کجاست، یا اینکه به همون آدرس ابسولوتشون رو بذارم اسم فانکشن رو، هر جوری که از آدرس فانکشن رو بذارم. جامپ های برانچی اونا خیلی خوبه که ریلیتیو باشه، خیلی خوبه که ریلیتیو باشه. حالا یه نکته ای هست که قبلا هم من فکر میکردم که اینجوری میخوام اینستراکشن ستمو بذارم، اینکه جامپ چقدر از من دوره، من چند بایت لازم دارم که اون آدرس جامپ، اون آدرس نسبی جامپو که یا منفی یا مثبته، اگه به عقب باشه منفی، اگه به جلو باشه مثبته، این آدرس رو نشون بدم، مکان نسبی جامپو بخوام نشون بدم چند بایت لازم دارم. اگه جامپ خیلی نزدیک من باشه ممکنه با یه بایت هم بتونم نشونش بدم، 128 بایت عقب‌تر، 127 بایت جلوتر، راحت میشه نشون داد. یا مثلا اگه دو بایت بخوام نشون بدم 32768 بایت عقب‌تر یا 32767 بایت جلوتر مثلا. و الی آخر همین جوری، مثلا اگر 24 بیت باشه. اونم بلدم ولی نمیخوام بگم. چقدر میشه؟ 8,373,000 و دارم اشتباه حساب میکنم، 373,000 مهم نیست، نه بلد نیستم پس پیر شدم، 16,777,216 که بعدیشه دیگه، 2 به توان 24 میشه 16,777,216، نصفش باید بکنم که الان زنم کار نمیکنه، عددش یادم نیست ولی اگه نصفش کنم تقلب کردم، بر همین کار نمیکنم. خب الان بودن 30 ثانیه است که ما داریم در مورد یه موضوع خیلی بی خود صحبت میکنیم. به هر حال این که چند بایت میخوام که اینو رپرزنت بکنم، این جامپر رو چقدر میخوام برم عقب یا چقدر میخوام بیام جلو، جامپ ریلیتیو رو، این مسئله مهمیه. لیبل انکودینگ وصل میشه به اینتجر انکودینگ، من در واقع دارم یه اینتجر علامت دار، عدد صحیح علامت دار رو دارم انکود میکنم دیگه، اینو چه کار میخوام بکنم؟ یه راهش اینه که من 4 جور جامپ مختلف داشته باشم، مثلا این جامپ جی تی که میبینید، اگر این افتر لوپ خیلی به من نزدیکه، کمتر از 127 بایت یا 128 بایت جلوتره، میتونم تو یه بایت این آدرس ریلیتیو افتر لوپ رو انکود کنم، جی تی یه جور یه جامپ خاصی جنریت کنم، یه جور جامپ، جامپ نیر مثلا، جامپش هرچی، اگه با 2 بایت میتونم انکودش کنم جامپش شورت مثلا اسمشو بذارم، اگه با 4 بایت فقط باید انکودش کنم اسمشو بذارم جامپ نور معمولی، اگه با 8 بایت باید انکودش کنم مثلا 10 گیگابایت اونورتره، حالا که قابل کد اینقدر بزرگ دیگه خب خیلی خنده داره، ولی اگر اینقدر اون دورتر از منه اونم با کد اینقدر بزرگ با این زبان مسخره ما، فرض کنید چند گیگابایت کد بخواد باشه که بخواد فاصله شون چند گیگابایت باشه، اگر اینقدر دورتره من جامپ مثلا فار یا جامپ لانگ یا همچین چیزی جنریت میکنم، یعنی 4 تا اینستراکشن مختلف دارم بس میگه سایز جامپ هم چقدر باید باشه، یعنی چقدر دارم دور میپرم، که خیلی از آرکیتکچرها این کار رو میکنن، مثلا همین اینتل خودمون هم این کار رو میکنه، اینستراکشن های جامپ مختلف داره. یه راه دیگه اینه که من اون لیبل رو همیشه فرض کنم 8 بایتیه، من همیشه میتونم با عدد 8 بایتی اون رو نشون بدم، یا 4 بایتی اگه یه ذره محافظه کار باشم، خیلی عجیب نیستش که من
یه دونه جامپ داشته باشن، جامپ ترو، یه دونه جامپ فالس، یه دونه جی ام پی، و این آفستش 4 بایتی باشه. یعنی این انکودینگ من اینجا میشه چی؟ میشه تارگت دیگه. مثلا حالا جی 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 جی، اینم از این باش 32 بیت آفست جامپ نشون بدم، که اون وقت همه جامپ های من میشن 5 بایتی، که حیفه واقعا دیگه، جامپ لازم ندارم. میتونم اینو با طول متغیر انکود کنم. حالا در مورد انکودینگ طول متغیر بعدن صحبت میکنیم، اینو من خیلی لازم دارم برای عدد صحیح هم که میخوام انکود کنم. اکثر عدد صحیحی که من استفاده میکنم تو کدم عدد کوچیکی هم دیگه، 0 1 -1، اینجور چیزاست. همیشه یه ثابت گنده ندارم، که خیلی کم در واقع ثابت خیلی گنده دارم. همین برنامه رو نگاه کنید، ثابتاشو نگاه کنید، 0 داره، 1 داره، 1 داره، همین تموم شد، هیچ ثابت دیگه‌ای هم نداره. تازه به جز این رفرنس به متغیرام احتمالاً عدد میخواد، و حالا چه آدرس باشه، چه ایندکس باشه، هر چی، یه چیزی از این متغیرا باشه، اونم اگه بخوام همشون رو 4 بایتی بذارم خب خیلی بزرگ میشه. یعنی کد من کلا خیلی بزرگ میشه. یه دونه انکودینگ طول متغیر باید پیدا کنم برای عددهای صحیح، چون من فقط با عدد صحیح سر و کار دارم، و خوبه که یه انکودینگ طول متغیر داشته باشم. این انکودینگ طول متغیر بذار بعدا در موردش صحبت نکنیم دیگه، همین الان صحبت کنیم. میتونه اینجوری باشه، variable اسمش مثلا تایتلمون اینه، variable length integer encoding. integer encoding شاید نیست اسم، integer coding کودش دارم میکنم، نه انکود یه شده من کودش دارم میکنم، نمیدونم. variable، حالا چون در مورد کد خیلی دارم صحبت می‌کنم اینجا می‌ذارم انکد، چون کد یه چیز دیگه است. یه مثالش مثلا اینجوری میتونه باشه، ال ال 4 بیت من لنگثشو بذارم، بعد اکس 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 whatever، درسته؟ من چیز می‌بینم مثلا عدد 7 رو اگه با این سیستم بخوام، یه روش وریبل لنگث انکودینگ دیگه اینجوری که الان نوشتم، این طول اینتجر به بایت مثلا این، و بقیش هم که خود اینتجر خواهد بود دیگه. مثلا اگه طولش یه بایت باشه، حالا این طولش به بایت یک دونه کمتر، اینجوری می‌نویسم دیگه، ال 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 length of encoded integer in bytes minus 1. یعنی اگه صفر گذاشتم یعنی یه بایته، چون یه بایت کمتر که نداریم. پس عدد مثلا صفر وقتی انکود بشه میشه چی؟ این 4 بیت بالاش که از صفر صفر صفر، چون طولش تو اون 4 بیت جا میشه دیگه، صفر 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 چابیت چابیت، صفر این شکلی دیگه، صفر صفر باینری. مثلا یک میشه، چون این 4 بیتش میتونم یک بذارم و یک تو 4 بیت جا میشه، من میتونم یک رو هم اینجوری انکود کنم که صفر 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 صفر. بزرگترین عددی که میتونم تو یه بایت انکود کنم میشه 15. 15 انکود میشه به صفر 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 یک 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 یک، این 15. اگر بخوام 16 رو انکد کنم باید این کارو بکنم، 16 میشه 16 دیگه تو یه بایت جا نمیشه، تو دو بایت جا میشه. پس من باید یه مشکلی سر بیگ اندین لیتل اندین هم دارم، من باید اینجا بنویسم 1 و بعد 16 رو اگه بخوام لیتل اندینی جدا کنم اکتت اکتت، 4 بیت پایینش صفره و بقیهش میشه اینا دو بایت، دو تا اسپیس فاصله بدم یعنی بایت بعدی میشه 1. یعنی این 4 بیت این تبدیل در واقع میشه به 1 1 2 3 4، همچین چیزی. این 16 دیگه تو باینری. بزرگترین عددی که میتونم با 2 بایت نشون بدم هست 2 به توان 12 بیت جا دارم دیگه، هست 2 به توان 12 منهای 1، درسته؟ یعنی اینکه هست 495 بزرگترین عددی که میتونم با 2 بایت نشون بدم. بزرگترین عددی که با 3 بایت میتونم نشون بدم هست 2 به توان 20 منهای 1، یعنی 1,48,575 مثلا. اینجوری
همینجوری میره جلو. من 4 بیتمو هدر دادم برای سایزم به بایت و بعد بقیه‌اش. اینجوری بزرگترین عددی که میتونم نشون بدم یه عددی که این 4 بیت بالاش همش یک باشن دیگه، این میشه 15. یعنی اینکه طول عدد من 16 بایته، طول عدد من 16 بایته و اون 16 بایت رو بعدش میذارم دیگه. یعنی در واقع 15 بایت به اضافه 4 بیت، درسته؟ یعنی 15 80 90 15 80 80 80 تا 50 80 40 تا 120 بیت. آره 120 تا 4 بیت، 124 بیت. آره به جای 128 بیت من به جای 128 بیت من میتونم 124 بیت، یعنی عدد 124 بیتی رو نشون بده که این کم زیاده. من عدد 124 بیتی لازم ندارم دیگه. من عددی که لازم دارم عدد ولی خب عدد 8 بیتی رو هم نمیتونم اگر من یک کمی کمتر از این استفاده کنم برای انکودینگم، از این کوچکتر، بذار اینو فقط برای این که این 1, 2, 3 که اینجا نوشتم اینا چند تاست؟ اینا یه بایت اینجا، یه بایت اینجا، 2 بایت 3 بایت، از 16 کم کنیم 13 مور بایت، درسته؟ 13 بایت دیگه اینجا میمونه که از خیلی بزرگیه. در واقع 124 بیت خیلی بزرگیه. به علامت دار رو بدون علامت این چیز هم کاری ندارم، اونا مستقل از حتی باید کار داشته باشم. این چیزیست، این بیت های کم ارزش همه، پایین ترین کمه. در واقع دارم لیتل اندیننس و توش در واقع فکر شاید فکر میکنم بیگ اندین اگه باشه شاید بهتر باشه. دارم لیتل اندین بودن رو انفورس میکنم، در واقع مجبور میکنم که باید کد من لیتل اندین باشه. نبودیم مسئله لیتل اندین و بیگ اندین هم باید صحبت کنم دیگه. وقتی اینجوری سیکونس بایتی دارم همیشه باید بدونم که یه مقدار چند بایتی، مقداری که 4 بایتی، 8 بایتی، 3 بایتی، هرچی، کدوم بایتشو اول میبینم وقتی دارم اینجوری سیکونشال صحبت میکنم. اول بایت کم ارزش رو میبینم، بایت پر ارزش رو میبینم، چجوری میبینم. دقت کنید که این مشکل در مورد بیتا خیلی نداریم، چون من نمیتونم وقتی از توی استریم دارم میخونم در لایه نرم افزار نمیتونم یه بیت از یه استریمی بخونم. تو لایه سخت افزار میشه، ولی تو لایه نرم افزار من یه بیت نمیتونم، من فوقش یه بایت، حداقل مقداری که میتونم بخونم یه بایت، از روی مثلا یه نتورک بخونم یا از روی اینترفیس سریال بخونم یا هرچی. حالا از روی اینترفیس سریال احتمالاً بیت، آره بیتی هم میشه خوند، ولی به هر حال فعلا نمون صحبت نمیکنیم. اونا پروتکل اونا هندل میکنن. معمولا به دست نرم افزار بیت نمیرسه، بایت میرسه که تو اون وقت اون بایت هم دیگه بایت پر ارزش کم ارزش، بیت پر ارزش کم ارزشش مشخصه. خلاصه که مشکل ما در مورد بیت ها نیست، در مورد بایت هاست. یک مقدار چند بایتی رو وقتی من سریالایزش میکنم، در مورد استریمی از بایت ها دارم صحبت میکنم و یه مقدار چند بایتی رو میخوام بفرستم یا بگیرم، مهمه که اول بایت پر ارزشش میاد یا اول بایت کم ارزشش میاد، کدوم بایت رو زودتر میفرستم یا میگیرم، که این مربوط هست به استوریج، استور کردن مثلا یه مقدار چند بایتی تو حافظه. تو حافظه رم اگر بایتاشو شماره بزنیم 0123456789 آدرس بدیم، اون وقت میتونم تعریف این مشکل رو در واقع میتونم برای خودم تعریف کنم که یک مقدار چند بایتی، یه مقدار 4 بایتی مثلا، اون کدوم سرش توی آدرس کمتر ذخیره میشه. در واقع اگه از آدرس کم شروع کنم برم جلو، اول سر کم ارزشش رو میبینم یا اول سر پر ارزشش رو میبینم، که اگه من اول سر کم ارزشش رو ببینم، به اون جور انکودینگ، به اون جور ضبط مقدار میگن لیتل اندین رپرزنتیشن، به اون یکی دیگه میگن بیگ اندین رپرزنتیشن. اول بیگ اندین رپرزنتیشن یا انکودینگ یا هر چی استوریج، اول سر کم ارزشش رو میبینم یا سر پر ارزشش رو میبینم. حافظه رو داریم اینجا یه استریم تصور میکنیم دیگه، که از بایت کم از بایت شماره 0 شروع میکنیم میریم جلو، شماره داره حافظه بایتاش. حالا دقت کنید که این کار برای من زیاده رویه. من نمیخوام 124 بیت، مقدار 124 بیتی اصلا داشته باشم. من فوقش مقدار 64 بیتی دارم. مقدار 64 بیتی رو اگه بخوام وریبل لنگث انکد کنم به همین شکل تقریبا، فرض کنیم که من بیام 3 بیت بذارم برای رپرزنت کردن مقدارش، مثلا 0 رو باز همون شکلی رپرزنت میکنم، 1, 2, 3 بیت. حالا من جدا میکنم، یعنی 3 و 5 جدا میکنم، ولی به هر حال
و بقیهش رو میذارم صفر. یک رو اینجوری رپرزنت میکنم که صفر و چهار تا با صفر گذاشتم، دارم در مورد پنج تا صفر. دقت کنید که اصول همونه، من فقط سه بیت رو برای طول گذاشتم کنار. اینجوری اولین عددی که مثلا 31 رو اینجوری رپرزنت میکنم 31 صفر 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 و 1 2 3 4 5 میشه 31. 32 میشه 001 چون در مجموع 2 بایت، این پایین میشه 0 و بایت بعدی که من 4 تایی نشونش میدم چون نرمال آدمیزادیه میشه 1 که این هست در واقع. دقت کنید که من لیتل اندیان انفورس کردم که لیتل اندیان باشه، که بازم تاکید میکنم شاید هم کار خوبی نباشه، نمیدونم، شاید هم نمیدونم کدومش احتیاج به شیفت لفت وریبل لنگث نداره. اگه بیگ اندیان بود بهتر بود احتمالا، اگر بیگ اندیان بود بهتر بود. حالا در مورد لیتل اندیان یا بیگ اندیان بودنش بعدا میتونم تصمیم بگیرم. به هر حال بزرگترین مقداری که میتونم تو این انکودینگ نشون بدم با این سیستم یه همچین چیزیه که من اینجا بذارم 3 تا 1 3 تا 1 میشه 7، در واقع یعنی 8 بایت در مجموع این عدد. 5 تا x و 1 2 3 4 1 2 3 4 مثل همون، اگه مثل بالایی بنویسم چند بایت دیگه هست تا اون 5 بایت دیگه هست. 5 more bytes و x اینجوری. و این عدد یک عدد چند بیت، چند بیت این عدد؟ این عدد 6 اشتباه کردم، 6 بایت دیگه داره اینجا، نه همون 5 بایت داره، 5 بایت داره. یه عدد 1 بایت، 5 بایت، 6 بایت، با 1 بایت 7 بایت، 7 بایت کامل داره، 8 تا 56 بیت به اضافه 5 بیت. یه عدد 61 بیتیه. و اگه علامت دار فرضش کنیم که باید علامت دار فرضش کنیم، این عدد در واقع 60 یعنی 2 به توان 60 از منهای 2 به توان 60 تا 2 به توان 60 منهای 1، حالا یه ذره کمتر، اینقدر رنج رو میتونه نشون بده. یعنی من 64 بیت رو ندارم، 61 بیت به جاش دارم، دارم 3 بیت طبیعتاً هدر میدم اینجا توی رپرزنتیشن 8 بایتی که اصلا چیز بدی نیستا، اصلا اتفاق بدی نیست. اگه با رپرزنتیشن اینا در واقع یه جور انکودینگن که لنگثشون من اکسپلیسیت نگه میدارم، لنگث عددم من اکسپلیسیت نگه میدارم اولش تو بیت های با ارزش بایت اول بکنم. آره دقیقا همینجوری. یه جور دیگه رپرزنتیشنی مثل UTF-8، اگر با UTF-8 آشنا باشید رپرزنتیشن خیلی عجیبیه که UTF-8 خیلی رپرزنتیشن هوشمندانه برای استرینگ و برای کاراکتر، اینتجر هم میشه از اون استفاده کرد، اونم وریبل لنگث، اونم اون لنگث های خیلی زیادی رو میتونه نشون بده. دیکود کردنش سخت‌تر و کندتره یه ذره. یه خاصیت خیلی خوبی که یه همچین رپرزنتیشنی داره اینه که عددا رو، عددهای علامت دار یه ذره با این سخت میشن یه ذره، یعنی باید عدد علامت دار آدم مواظب باید باشه. عددهای مکمل دو به طرز عجیبی خوب کار میکنن، درسته؟ مثلا منهای توی همچین سیستمی، منهای یک چجوری چیز میشه، چجوری انکد میشه منهای یک توی همچین سیستمی؟ غالبا باید اینجوری باشه، این باید بشه منهای یک. ولی این چه فرقی با 31 داره؟ من 31 رو بخوام انکد کنم و منهای یک رو بخوام انکد کنم چی کار باید بکنم؟ این نکته ایه. اگر که من بدونم عددم علامت داره، من دیگه 31 رو نمیتونم توی همچین سیستمی با 5 بیت یعنی با 1 بایت انکد کنم. اگر میخوام عدد علامت دار ساپورت کنم توی همچین، حالا UTF-8 که گفتم بعد خودتون برید نگاه کنید، من از UTF-8 نمیخوام استفاده کنم، ولی اونم خیلی هوشمندانه است. UTF-8 دیکد کردنش یه ذره کنتر و یه ذره فضا بیشتر هدر میده. ما نگاه کنیم، ما فقط 3 بیت اوورهد داریم، هیچی نیست 3 بیت، اون بیشتر اوورهد داره، یه کمی بیشتر را خیال نکنید، خیلی اون اوورتی زیاده، ولی به اونم اون خیلی باحاله. UTF-8 در مورد سورتینگ و اینا هم یه سری مسئله هست. فقط حواستون باشه این انکودینگ که من دارم در موردش صحبت میکنم، انکودینگیه که من برای
اعداد توی آبجکت فایلم، توی بایت کد فایلم میخوام استفاده کنم. تو حافظه اصلاً یه همچین انکودینگی من ندارم. من اعداد رو قشنگ میخونم، 8 بایتی نگه میدارم تو حافظه، 64 بیتی قشنگ راحت اعداد رو اندازه اصلیشون نگه میدارم. اصلاً از یه همچین وریبل لنگث انکودینگی من تو حافظه استفاده نمی کنم اصلاً. این یه انکودینگ که فقط مال اینستراکشن ست، مال استریم چیزامه بایت کدمه، تو بایت کد اینجوری میخوام نگه دارم. اگر من میخوام علامت دار باشه، این unsigned، این signed، اگر میخوام علامت دار باشه باید فکر بیت علامتش هم باشم بگه، صفر میشه همین شکلی، ولی یکم خب طبیعتا همون میشه، مثل بالا میشه، منهای یک میشه این و 15 من بزرگترین عددی که من میتونم توی یه بایت نگه دارم، 15 میشه این و منهای 15 قاعدتا میشه، منهای 15 چجوری بود، منهای 15 میشه 15 رو من 16 که میشه این شکلی، اگه من 16 بودم. خب من 15 یه دون از این کمتره، نه یه دون از این بیشتره، آها من 15 میشه این شکلی. آره پیر شدم یا الان دیر وقته در خوابم میاد. من 16 میشه این شکلی، درسته؟ نکنم حالا ممکن اشتباه کنم، بعدم باید ویدیو من نگاه کنم ببینم که اگه حرف اشتباهی زدم میام تصحیح کنم. 31 میشه یه بایت اضافه میخواد، 31 توی اینجا من بایت بیت بالاش حتما باید صفر باشه. این که از خاصیت های اینه که اینه که بیت بالاش نیست، راستی وقتی یه بایت آره یه دونه اضافه داره، یه بایت اضافه داره، اینه که بیت بالاش که نیست. بیگ اندین اگه بخوام نگه دارم چی میشه؟ سایند اگه بیگ اندینی بخوام نگه دارم موضوع میخوام، من زیاد دارم آزمایش خطا میکنم توی استریم. 32 مثلا اگه بیگ اندین بخوام نگه دارم میشه این شکلی، میبینید من 5 بیت با ارزش رو اینجا نگه میدارم، کم ارزش رو اینجا. هر دفعه دیکود کردنش هم باحالتر و سریعتره، وریبل لنگث شیفت هم نداره، وریبل لنگث شیفت که وریبل لنگث شیفت هم نداره. آره هر کدوم هر دفعه 8 بیت شیفت پیدا میکنه. خب بعد سایند بیگ اندیانه میشه این شکلی، 31 چون دو بایت دارم، تو دو بایت دارم رپرزنتش میکنم، باید همش میره تو اون یکی بایت دیگه، درسته؟ همش میره تو اون یکی بایت. 4 آره درسته دیگه، 1 با 2 3 با 4 7 با 8 15 با 16 31، این 31 منهای 31. اون وقت اگه خاطرتون باشه منفی کردن اینجوری بود که یه دونه 1 باش جمع میکردیم بعد ناتش میکردیم، اینجوری بود نه، ولی ناتش میکردیم بدون 1 باش جمع میکردیم. آره ولی ناتش میکردیم بدون 1 باش جمع میکردیم، بس من این اشتباه کردم، اول ناتش میکنیم میشه این، نه درست اتفاق از یه راه دیگه به این رسیدم. آره درست، تو محدودمون دیگه وقتی میخوایم این کار بکنیم بدونیم چند بیت جا داریم. من وقتی میخوام منهای 31 حساب کنم این میشه، اول ناتش میکنم اینا میشن 1 0 0 اینا میشه 0 و 1 تون 1 هم باشم میکنم منهای 31. پس باید ساین اکستند کنم این عددمو وقتی دارم دیکودش میکنم، باید ساین اکستند کنم. باید ساین اکستند کنم. حالا فکر میکنم که بیگ اندین بودن ایده خوبی باشه، فکر میکنم که اینجور انکودینگ ایده خوبی باشه. فعلا اینجور فرض کن این انکودینگه، این انکودینگه که
من لازمش دارم، این انکودینگ که دوستش دارم، این انکودینگ رو من میخوام. درسته. میتونم 1000 تا از این علامت رو بذارم که درسته. اولش هم اصلا ندارم، همش بذارم. این انکودینگ چرا اولش هم بذارم؟ حالا که دارم زحمت میکشم این همه خب انکودینگ که من میخوام برای variable length integer، پس توی جامپ هم من نمیدونم چند بایت بعدش میگیره، از رو بایت اولش میفهمم، یه بایت باید بخونم بفهم چرا. اینو میگم VLI Variable Length Integer، توی این علامت ها میذارم، یه VLI بعدش دارم که این در واقع 128 bytes. من مشکل چیز رو حل کردم؟ نه دیگه، من پس ثابت های بیشتر از 61 بیتی رو نمیتونم داشته باشم تو برنامه. مشکل بزرگ، مشکل کوچیکه، نمیدونم. شاید اون رپرزنتیشن 16 بیتی بهت این یکی بهتر باشه، شاید اون بهتر باشه. بذار همین کار بکنم، 1 to 16 بایتس. آره این بهتر. بذار 64 بیتی رو کامل ساپورت کنم. هیچ وقت اون عدد بزرگا رو نمیخوام دیگه، وقتی که هیچ وقت اون عدد بزرگا رو نمیخوام. انکد کردن به این شاید یه ذره کند باشه، چند تا مقایسه و اینا میخواد، ولی دیکود کردنش نسبتا راحت، مخصوصا اگه اون لوپش رو آنرول کنیم. ولی خب خیلی مهم نیست. برگردیم به بحث اینستراکشن هامون، خیلی دور شدیم. جامپ اینستراکشن ها در موردش صحبت کردم دیگه. چه اینستراکشن این ور داریم فعلا؟ آها، ایمیدیت هامون رو همینجوری انکود میکنیم. این TPI1، این یه دونه پارامترشو، TPI1 کدوم بود؟ اینا پارامتر پوش آی، اینا پارامتر دارن. پس من یه دونه اینجا هم، اینا ننوشتم اینجا، از روش پریدم. یه VLI هم اینجا دارم. درسته، اینجا من فقط یه نوت می نویسم که ستاره بذارم بعد از این VLI اول. اینجا می نویسم ستاره VLI is r 1 to 16 bytes long. 16 bytes که عملا معنی نداره، 1 to 9 bytes باید بنویسم. ولی خب حالا و big endian هم هستن، یادتون باشه که در مورد big endian نسب توافق رسیدیم. and big endian اینجا بنویسم چون خودم یادم میره این خیلی سابقه داره این اتفاق بیفته. خب این هم پس VLI داره، اون پارامترش رو باید یه جوری رپرزنت کنیم دیگه، کاریش بکنیم پارامترش رو. بیشتر از یه پارامتر هم ممکن، فکر نمی‌کنم اینستراکشن داشته باشیم که بیشتر از یه پارامتر داشته باشه، تو ذهن من نیست. اینم که اینستراکشن نیست در واقع، این یه چیز دیگه است، یه دایرکتیو چیزیه. ایمیدیت اوکی باشه که ایمیدیت هم همین جوری انکد می‌کنیم و اوکی. TPI چی بود؟ تایپد پارامترایزد. خب اگه بیشتر از یه پارامتر هم داشته باشه، بازم اونارو می‌تونیم راحت همین جوری انکد کنیم دیگه. حالا که اگر واقعا همین چهار مدل اینستراکشن رو داریم، من به جای 3 بیت میتونم 2 بیت برای تایپ، برای آره دقیقاً برای دسته‌بندی اینستراکشن استفاده کنم، زندگیم شیرین میشه. الان جور دیگه اینستراکشن نداریم؟ نه، ولی اینستراکشن های آرایه‌ای و اینا هست که اونا رو فکر میکنم که باید در نظر بگیریم. به خاطر همین بد نیستش که چون اینستراکشن آرایه‌ای مثلا، حالا الان نمیخوام، هنوز تصمیم نهاییمو نگرفتم، ولی مثلا این پاپ آی اگر پاپ اری باشه، پاپ ای آی باشه مثلا، اینجوری میشه پاپ ای آی باشه، احتیاج به اسم اری داره که مثلا ایکس اسمش و پارامترش که مثلا 20 باشه، ایندکس 20 مثلا اون آرایه رو بخون. و این هم یه دونه متغیر اضافه میکنه، یه دونه پارامتر اضافه میکنه به پارامترمون، و هم یه جور اینستراکشن جدید، اینستراکشنی که دو پارامتریه الی آخر. پس من و در واقع رفرنس آرایه داره، پس من باید
جورای دیگه اینستراکشن ها رو هم بتونم ساپورت کنم. این یه ذره نگران کننده است از این نظر که من ممکنه اینجا بیشتر از مثلا 32 تا اینستراکشن یا 31 اینستراکشن داشته باشم، احتمالاً 0000 رو نمیتونم استفاده کنم، شاید نخوام استفاده کنم. بعضی از این مقدار ممکن رزرو شده باشن، چون این ممکنه یه مقدار مثلا تو قطعا تو SIA همش صفر رو استفاده نخواهم کرد، یا برای یه اینستراکشن خاصی استفاده میکنم، مثلا اینستراکشن trap همو میذارم روی این که برنامه‌ام هالت بشه، یا هرچی اگه اینستراکشن trap داشته باشه. یا مثلا اینستراکشن رو تعریف نمیکنم که این ولید اینستراکشن بده، اگر من سعی کردم یه سری بایتی که همشون صفرن رو اکزیکیوت کنم، چون این بایت صفر اتفاق زیاد میافته دیگه، اگه سعی کنم بایتی که همش صفره رو استریم بایتی که همش صفره رو اجرا کنم. به هر حال اینستراکشن دیگه ممکنه احتیاج به اینکودینگ های پیچیده تر داشته باشن برای تایپ ها. ممکنه من بیام برای تایپ ها از دو بیت این استفاده کنم، دو بیت دیگه شو دو تا تایپ بذارم توش، دو تا تایپ کد در واقع توش بذارم بتپونم و الاخر. این حدودی تقریبا انکودینگ اینستراکشن های ما خواهد بود. هنوز خیلی من بهش فکر نکردم، از اون آخرین ویدیوم تا الان به هیچ وجه هیچ فکری به این سیستم نکردم، کارهای دیگه داشتم که مشغول اونا بودم، فرصت فکر کردن نداشتم. همین الان یه 5 دقیقه 10 دقیقه در موردش فکر کردم که چی کار کنم. امیدوارم که یه چیزایی رو در اینجور چیزای مشخص تابلوی نباشه که در نظرشون نگرفته باشم، نمیدونم مثلا یه اینستراکشن اینور باشه که اینجا نتونم ریپرزنتش کنم، نمیدونم. به هر حال تغییر اساسی که دادیم این جامپه بود که کامپر رو از جامپ جدا کردیم. من فکر میکنم خیلی کار مهم و درستیه. کامپر ما یه اینستراکشن یه بایتی بدبخته، یا یه اینستراکشن دو بایتی بیچاره است، چیز عجیبی نیست. جامپمون هم همینطور، یعنی اونقدر اوورهدی واسمون این کامپر جامپ نداره، ولی کامپر میتونه ریزالتشو مثلا استور کنم. من ریزالت کامپر رو یه بولین به من میده دیگه، بولین پوش میکنه رو استک، این نتیجه ریزالتش به صورت بولینی که احتمالاً یه بایت پوش میکنه رو استک، روی اون اسم استکمون چی بود؟ اکزیکیوشن استک، رجیستر استک، یه چیزی داشتیم، یه اصطلاح استکی داشتیم. بیشتر از یه دونه استک داریم توی همچین سیستم، بیشتر از یه نوع استک داریم، و بعد این از اون ریزالت استفاده میکنه. اینجوری باعث میشه که من بتونم خودم یه چیزی بذارم روی استک و بر اساس اون جامپ کنم، مثلا به جای اینکه مقایسم با جامپم با هم کاپل شده باشن. این خیلی کار بهتریه. توی سی پی تو آرکیتکچر x86 از فلگا استفاده میشه، چند یه سری رجیستر فلگ داریم، در واقع همشون توی رجیستر این سری بیت فلگ داریم که مقایسه ها اون بیت های فلگا رو دستکاری میکنن. مثلا فلگی که اگر حاصله مقایسه منفی بشه یه بیتی دستکاری میشه، یه بیتی یک میشه، اگر صفر بشه یه بیت دیگه یک میشه، اگر اورفلو اتفاق بیفته آن چه میدونم یه کری مثلا تولید بشه، یا یه جور کریه دیگه هم داریم که از بیت 4 به بیت 5، بیت 3 به بیت 4، یه حالت خاصی، یه عالم اون بیت فلگ چیز میز توش هست که بر اساس هر کدوم از اون من میتونم جامپ انجام بدم، ولی به هر حال دیکاپلده. اینجا ما توی این اینستراکشن ستمون میام این کاپلینگ رو یه ذره میبریم جلوتر. من میتونم حاصل مقایسه‌مو تو هر بولیانی که دلم میخواد ذخیره کنم، هر مقدار بولی که دلم میخواد ذخیره کنم. دستورالعمل‌های مقایسه تعدادشون خیلی زیاد خواهد بود. همین الان نگران کننده است این دستورالعمل مقایسه من از چه نوعیه. compare integer یه instruction type code داره دیگه، از ایناست دیگه، درسته؟ CILE این از ایناست دیگه. از این compare های یه عالمه داریم، یعنی همین جا ممکنه که این typed instruction ها تعدادشون بیشتر از این ها بشه. اگه اینجوری بشه من میتونم اینا رو برای ادامه این استفاده کنم. خوبه 11 بیت فکر میکنم تعداد اینا خیلی زیاد بشه، فکر میکنم، مطمئن نیستم، نمیدونم. بذار اینو یه صفر بذارم. جوین رو بذار عوض کنم 6x0، این هم همینطور پی رو میارم بالا، تی رو میارم پایین. این تایپ کد شاید صفر اینجا ایده بدی نباشه، شاید این اینجا نباشه بهتر باشه، این بالا باشه، این هم همینطور یه صفر، یه صفر بذاریم. اینا حالت رزرو دارن، فعلا صفر باشن اینا، ببینم چی کار میخوام بکنم. شاید اون بیت های صفر بخوام یه چیزی بده، یعنی یک باشه یه معنی دیگه اصلا بده، نه اینکه فقط واقعا یک باشه.
که این تیه بشه 4 بیت بشه 3 بیت. خب فعلا نگرانش نباشیم بهتره. فعلا اینا رو دارم به این محدود میکنم. عددهای صفر که نوشتم لیترالن همین هست و بقیه‌اش احتمالا از اینا خیلی زیاد نداریم از اینستراکشن ها، یعنی این 5 بیت واقعا لازم نداره، این احتمالا 5 بیت بیشتر لازم داره احتمالا، نمیدونم، شاید هم همه اینستراکشن ها که من میتونم در اونجا فکر کنم بشه 7 تا مثلا. TPI1 احتمالا زیاده تدارش، نمیدونم. JI هم که تدارش کمه احتمالا، حرفش 3-4 تاست. حالا اون همه اون JA و JO اینا رو هم اضافه کنیم ممکنه بشه 7-8 تا مثلا. ولی خب تا البته انکودینگش این شکلی نخواهد بود دیگه، چون تعدادم باید توش انکود کنم. شاید اینستراکشن رو اینجوری بذارم که مثلا اینستراکشنی که دوتا رو چک میکنه فرق داشته باشه با اینستراکشنی که سه تا رو چک میکنه. حالا مهم نیست که چجوری اون رو در نظر میگیرم. فعلا این داکیومنت رو داشته باشید فکر میکنم برای امشب بس، منم یکمی خستم. تغییر اساسی که دادیم همین بود، دیکاپل کردنه بود. در مورد این کدینگ هم صحبت کردیم، در مورد وریبل لینک انکدینگ اینتجر صحبت کردیم. راه‌های خیلی زیادی برای وریبل لینک انکد کردن اینتجر وجود داره، تازه راهشون خیلی یه راه دیگه که مثلا بد نیست در موردش صحبت کنیم اینجوریه، اصلا بد نیست که اون کارو اصلا بکنم کلا برای اینتجر. من میتونم یه بیت بالای هر بایت رو در نظر بگیرم برای اینکه آیا بایت دیگه‌ای هم وجود داره یا نه. اگر صفر بود یعنی بایت دیگه‌ای وجود نداره. مثلا عدد صفر رو اینجوری انکد میکنم که این میگه انکد دیگه، انکدینگ دیگه که توش این میذارم. خب مثلا عدد 127 رو هم اینجوری انکد میکنم که 0111 127 که چرا درسته، این هم 127، ولی 128 اینجوری انکد میشه که 1، یعنی این بایت آخر نیست، بایت بعدی هم وجود دارد. و حالا عدد 128 که این شکلی انکود میشه. پس در واقع تو این انکودینگ من این یه بیت بالا رو جدا میکنم و یه معنی خاصی میده. یه بیت بالا 128 هم که این شکلی عددش، این عدد 128 مثلا بزرگترین عددی که میشه با 2 بایت تو این انکود کرد عدد 32767 یا این 32767 اینجوری انکد میشه که 1، یعنی یه بایت دیگه هم بعد از این هست. آنه این ببخشید، این 128 اینجوری تو این انکد نمیشه دیگه، تو هر بایت بیت بالاش یه معنی خاص میده. پس تو این که بایت آخر عددمه اینجوری انکد میشه، 128 128 اینجوری انکد میشه. آره 2 4 6 7، آره 7 بیتش این توه، یعنی تو هر بایت من 7 بیتو دارم استفاده میکنم. دقیقا تو هر بایت من دارم 7 بیتو استفاده میکنم. همه بایت های مثلا همین حالا 32767 الکی نوشتم دیگه، ولی خب این 32767 15 بیت جا لازم داره که اتفاق بدی هم نیست. کاری نداره، بیز عدد رندوم مینویسم، مثلا این عدد که من نمیدونم که ریپرزنتیشن بزنه نوش کنم یا بزرگترش کنم، رپرزنتیشن باینری این من نمیدونم چه شکلی میشه اصلا. خب کاری که میکنم اینه که بذار رپرزنتیشن باینری اینو نگاه کنم. کپی نکردم. رپرزنتیشن باینری. رپرزنتیشن باینری این 4 8 12. اوکی 17 بیت داره که برای اینکه 17 بیت تو تیکای 7 بیتی چیز کنم تو 3 بایت دارم. پس من این 7 بیت پایینش میره تو بایت آخر، قرار شد بیگ اندین این کار رو همه رو بکنیم دیگه. این 1 2 3 4 5 6 7 بیت میاد اینجا، این 101 میمونه واسه بایت بالایی. پس من باید اینجا این از این 101 هنوز یه بایت دیگه ادامه داره، پس اینم میشه این شکلی. و 7 بیت بعدی که 1101 حالا بذار 1101 و 0111 و 0111 و یه بایت پایینی هم داره که این باشه 0110. این چون بایت آخره بیت بالاش میشه 0110 0110.
اینجوری که من میخونم 0% صداقت کاملا غلطه دیگه، فقط اینکه بتون راحت برمشین بر. الان مغزم گفتم درست کار نمیکنه. خب این هم رپرزنتیشن، یه جور رپرزنتیشن دیگه. نسبت به این رپرزنتیشن بالایی که 3 بیت من رزرو میکردم، اگر عدد من تا 21 بیت باشه، این رپرزنتیشن به اندازه اون افیشنته یا افیشنت تره. مثلا عددی تا 14 بیت رو من میتونم تو با 2 بیت اوورهد ذخیره کنم، ولی عدد بزرگتر از 21 بیت رو باید با بیت های اوورهد بیشتری ذخیره کنم. نسبت این بالایی که 4 بیت اوورهد داشت، این پایینی چقدر تو 4 تا آره 4 هفته 28 تا 2 به توان 28 حالا هرچی 2 به توان 28 منهای 1، این اوورهدش مثل اون یا کمتر از اون یا بهتر از اونه و بعد از اون دیگه اوورهدش بیشتر میشه. این هم رپرزنتیشن بدی راستش نیست، اصلا رپرزنتیشن بدی نیست. این خاصیت دیگه هم که دارین که اگه وسطش من برسم، اگه بدونم وسط یه عدد رسیدم، این که از خاصیت QTF8 هم داره، اگه وسطش برسم من میدونم که چقدر دارم جلو تا به تهش برسم، به اولین بایتی که برسم که بیت بالاش صفر باشه، یعنی که رسیدم به تهش. ولی یه بعدی که دارین که از اول معلوم نیست که عدد من چقدره، عدد من چی هستم. من این یه بایتو که میخونم میفهمم فقط ادامه داره، میگم خیلی خوب این 7 بیت به درد من میخوره، 7 بیتو برمیدارم. بعد میبینم که خب یه بایت دیگه میخونم، هنوز باز ادامه داره 7 بیت. این 7 بیتو یه 7 بیت این اینا رو 7 بیت چیف میدم بالا، اینا رو میذارم کنارش، اور میکنم با پایینش، بعد اینو میخونم، اینم دیگه ادامه نداره. اون قبلی رو 7 بیت چیف میدم بالا، این 7 بیتو میذارم زیرش و کارم تمومه. افیشنت بد نیست اصلا. باید بایت بالا رو ساین اکستند کنم قاعدتا، که نمیدونم بایت بالاش کجاست، باید بعد از اینکه تموم شد آخرش ساین اکستندش بکنم یا نکنم بر اساس بیت بالاترین بیتش. یه داستانی داره، اولش هم گفتم نمیدونم که اندازه عددم چقدره. این مشکل بزرگی خیلی نیست، ولی خب نمیدونم. این رپرزنتیشن هم فکر میکنم نه این نه. این رپرزنتیشن فکر میکنم اوکی باشه. همیشه میدونم کدوم بیتو باید ساین اکستند کنم. خلاصه اوکی، یعنی همیشه این یه بیت باید کپی بشه روی این 4 بیت، همیشه اینجوری دیگه. با اینکه عدد علامت دار درست نشون بدم، این یه بیت همیشه باید کپی بشه روی این 4 بیت تو عدد نهایی، چون این 4 بیت جز عدد نهایی نیستن دیگه. تو عدد نهایی این 4 بیت یا همشون صفرن یا همشون یکن. خیلی خوب، این رپرزنتیشن شبیه تر به UTF-8، ولی بازم UTF-8 نیست، فرق داره UTF-8. من این رپرزنتیشن رو میخوام استفاده کنم. نه همه این باکسی که دوره این کشیدم همش الکی بود، این رپرزنتیشن من نمیخوام استفاده کنم، این رپرزنتیشن رو میخوام استفاده کنم. اینجا نوشتم variable length for bits contain total length minus one and begin. خیلی خب بگین دیدم چه نمیشته هسترس. این هم این کودینگ هم همین در مورد variable length encoding integer رو صحبت کردیم، که کار بدی نیست، مخصوصا وقتی اکثر اوقات با integer کوچیک سر کار داریم، با offset های کوچیک jump سر کار داریم، با متغیرهای کم، مثلا 4 تا متغیر بیشتر نداریم دیگه، شمارشون 0 1 2 3 4 میشه دیگه، فوقش 5 تا شد 0 1 2 3 میشه 4 تا متغیر. من برای همین با عدد کوچیک همیشه سر کار داریم، همیشه نه همیشه اکثر اوقات. پس variable length encoding میتونه کمک کنه که کامپکت بشه. دو تا استراتژی کلی داریم، این که طول اینتجرمون رو توی اینستراکشنمون انکد کنیم، که یعنی این پارامترش یه بایتیه، دو بایتیه، چهار بایتیه، هشت بایتیه، چند بایته، یا نه عددمون variable length باشه واقعا. چون ما CPU نیستیم و نمیخوایم خیلی لیتنسی دیکود کردن اینستراکشنمون رو پایین ببریم و تو سافتور اوکیه این کارو کردم، به هر حال سافتور لیتنسی داره، من ترجیح میدم که از یه وریبل لنگث انکدینگ استفاده کنم و اینستراکشنامو تعدادشو زیاد نکنم، تو اینستراکشن انکد نکنم که پارامترش چند بایتی. همین، این جلسه امروزمون کد ننوشتیم، در مورد انکد کردن اینستراکشن صحبت کردیم. جلسه بعدی، ویدیو بعدی احتمالاً حداقل یه کمی سعی میکنم اینستراکشنامو لیست کنم، اینستراکشن که به فکرم میرسه رو لیست کنم و ببینم که با این انکدینگ اینا رو جواب میتونم بدم یا نه. یه داکیومنت، یعنی یه ماستر تیبلی هم درست کنم که انکودینگ و آپ کد اینستراکشن هم دقیقاً چی میشه، چه بیتایی اینستراکشن رو رپرزنت میکنه. بازم در مورد این با این مسئله انکودینگ سر کار خواهیم داشت، با مسئله آپ کد سر کار خواهیم داشت. ویدیوی بعدی هم دست کم، ویدیوی بعدی میریم سراغ کد. فعلا شبتون بخیر یا روزتون بخیر یا هر چی.
همین، خداحافظ.